سلام دوستان، به کانال خالص سیما خوش اومدین. امروز با آموزش خورشت بامیه و گوشت قلقلی در خدمتتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنم. بامیه سرخ شده 200 گرم، گوشت چرخ کرده 200 گرم، پیاز 2 عدد، رب گوجه فرنگی یه قاشق غذاخوری سرپر، فلفل، زردچوبه، نمک به مقدار لازم. اون خیالالی های متوسط خورد میکنیم. این خورش بسیار ساده و خوشمزه است و راحت درست میشه، سریع آماده میشه و خیلی هم مقویه. روغن ریختم توی ظرفمون و اجازه میدم که پیازمون طلایی بشه تا مرحله بعدی رو انجام بدیم. تا پیازمون طلایی بشه ما مرحله بعدی کارمون رو انجام میدیم. من پیازمو با رنده درشت رنده میکنم. بعد از اینکه رنده کردیم کاملا آبش رو میگیریم. من امروز آشپزیمو منزل دخترم دارم انجام میدم، مهمون خونه دخترم هستیم و آشپزیمو از اینجا براتون فیلم گرفتم و میذارم. خودمونم آبشو کاملا گرفتم، گوشت چرخ کردمونو بهش اضافه میکنم و ادویه هامونو، فلفل، زردچوبه، نمک. بعد از اینکه اینا رو خوب با هم مخلوط کردیم و ورز دادیم، حدود نیم ساعت میذاریم توی یخچال تا مواد طعمش به هم دیگه کاملا در بیاد. بعد شروع میکنیم به کوفته قلقلی درست کردن. پیازمون طلایی شد، ربمون رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم که تو روغن سرخ بشه. البته رب من رب خونگیه، یه مقدار سفته، دیرتر باز میشه توی روغن. میکنیم زردچوبه، فلفل و نمک. یه همی میزنیم. حدود 2 تا لیوان آب اضافه میکنیم و اجازه میدیم که بجوشه. بامیه‌مون هم تو همین مرحله اضافه میکنیم. میذاریم که کاملا بجوشه و نیم پز. البته بامیه‌های ما سرخ شده است، حالت نیم پز داره، ولی حدود 20 دقیقه هم اجازه میدیم که بجوشه. بعد گوشت قلقلی‌مون رو بهش اضافه کنیم. مقدار آب ریختم توی ظرفمون که دستامو باهاش نم کنم. البته اینو بگم قبل از اینکه من کارمو شروع کنم، دستامو کلا با آب و صابون شستم و دستامو تر میکنم. یه مقدار از گوشتمونو ور میدارم، حالت کوفته قلقلی های درشت درست میکنم و توی ظرف میچینم. گفتم سلیقه‌ای اندازه‌اش و هر چقدر که خودتون دوست دارین میتونین کوفته قلقلیاتو
درست کنید. چون موقع پختم یه مقدار حجمش کمتر میشه و سایزش کوچیکتر میشه. من میخواستم اندازه گوشتای لقمه ای باشه. یه مقدار روغن اضافه کردم به ماهیتابمون که گوشتامون رو توش یه تفتی بدم، بعد به خورش اضافه کنم. شما میتونین حتی تو روغنم سرخ نکنین که غذاتون رژیمی تر باشه. همونجور که قلقلی کردین وقتی خورشتتون داره میجوشه یه دونه یه دونه بندازین توش، ولی هم نزنین، بذارین تا زمانی که کوفته قلقلیاتون خودشو بگیره و بپزه، بعد میتونین خورشتتون رو زیر رو کنین. ولی من به خاطر اینکه خوشمزه تر بشه گوشت قلقلیامو تو روغن سرخ میکنم، بعد به خورشتمون اضافه کنم. میتونین برای این خورشتتون از سیرای خلالی خامم استفاده کنین، بریزین توش، خوش عطر بوتر میشه. اگرم که نخواستین بازم میتونین نریزین. خیلی ها به خورشت بامیهشون لبهم اضافه میکنن، ولی ما اضافه نکردیم برای اینکه ما میخواستیم خورشتمون سریع آماده بشه، هم یه خورش باشه هم که زود آماده بشه. ما در حال جوش کوفته قلقلیامون هم سرخ کردم و به خورشتمون اضافه میکنم. بعد از اینکه بامیه هامون هم پخت، خورشت ما دیگه آماده است که سروش کنیم. یعنی حدود 20 دقیقه زمان نبرد که بخواد این خورشت ما پخته بشه. خورشتمون آماده شد، ظرفش بودیم تو ظرف مورد نظرمون. بامیه ما با کوفته قلقلی آماده شد، به همه سریعی بسیار خوشمزه شده، خوش عطر و بو شده. توصیه میکنیم که حتما این غذا رو درست کنه در کنار خانوادتون میل کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.